سلام دوستای عزیز من، امیدوارم که از آموزش هایی که طی چند روز گذشته براتون قرار دادم استفاده کافی رو برده باشید. سپاسگزارم از اینکه همراه من هستید در کانال محمود بیز. من امروز به شما میخوام یه وبسایت فوق العاده کاربردی رو بهتون معرفی بکنم که امنیت رمز و عبورهای شما رو براتون آزمایش میکنه و بهتون میگه که رمز و عبورتون تو چه مرحله یا آیا امنه، آیا مثلا رصد کردنش راحته. و خودتون هم میدونید توی فضای آنلاین یکی از مهمترین مواردی که باید هممون رعایت بکنیم انتخاب یه رمز و عبور امنه که توسط هکرها قابل شکستن و نفوذ نباشه. من توی آموزش امروز این رو بهتون یاد میدم که بیایید و رمز و عبور خودتون رو تست بکنید. قبل از اینکه آموزش رو شروع بکنیم ازتون دعوت میکنم کانال من در یوتیوب محمود بیز رو حتما سابسکرایب کنید و گزینه زنگوله رو هم بزنید. آدرس من هست youtube.com/c/محمودبیز. خب بریم سراغ آموزش امروزمون. من به شما میخوام وبسایت فوق العاده خوب و عالی howsecureismypassport.net رو بهتون معرفی بکنم که میگه رمز و عبور من چطوریه. این وبسایت خودش از امنیت بالایی برخورداره. بذارید من یه مقدمه چینی بکنم و این سایت رو به صورت یه مقدمه به شما معرفی بکنم. توی فضای وب ما بخش‌های متفاوتی از ما میخواد که بیایم یه حساب کاربری بسازیم. خب بسیاری از حساب‌های کاربری وبسایت‌ها، نرم افزارهایی که استفاده میکنیم، رمز گوشی تلفن همراهمون، ایمیل یا خیلی دیگه از اینها نیاز دارن تا با یه رمز عبور منحصر به فرد و امن مدیریت بشن. در غیر این صورت مطمئن باشید نفوذ به حساب ها و فاش شدن همه اطلاعات شخصی ما به راحتی اتفاق میفته و ممکن اتفاقات بدی رو هم برای ما به وجود بیاره. اگه کنجکاف هستید که هک کردن رمز و عبور شما چقدر زمان میبره، این وبسایت که امروز بهتون دارم آموزش میدم فوق العاده براتون میتونه مفید باشه. علاوه بر این که شما توی این وبسایت یه رمز و عبورتون رو بررسی میکنه، میتونه بهتون میگه قدرت رمزی که انتخاب کردید چقدره و این وبسایت یه اطلاعات خیلی جالب و کاربردی رو در مورد راه‌های قدرت بخشیدن به رمز و عبور که انتخاب میکنید بهتون میده. خب قبل از اینکه اصلا طرف بخواد اینجا رمز و عبورشو بزنه، میگه من کجا مطمئن باشم که همین وبسایت رمز و عبور من رو منتشر نکنه. ببینید اللحاظ ام بودن این وبسایت میتونه این اطمینان خاطر رو به شما بده، به خاطر اینکه ظاهرا با جاوا اسکریپت ساخته شده و شما کافیه یک بار این سایت رو توی صفحه وبتون لود بشه و اگر اینترنت هم شما نداشته باشید میتونید رمز عبور اینجا بزنید و بهتون بگه که این رمزتون مطمئن هست یا خیر. میتونید رمز عبورهای مختلفی رو بیاد بررسی بکنید و اطلاعات لازم رو دریافت بکنید. پس اگر شما اینترنت رو قطع بکنید خیالت راحت باشه که هیچ اتفاقی برای شما نخواهد افتاد و شما میتونید رمز عبورهای مختلف رو توی این وبسایت چک بکنید و لحاظ امن بودنش این رو مطمئن بشید. خب ببینید من به عنوان مثال در وبسایت howsecureismypassport.net که آدرسش رو در توضیحات ویدیو براتون میذارم میخوام یه رمز عبور بزنم. مثلا 1 2 3 4 5 6 رو میزنیم. وقتی 1 2 3 4 5 6 رو ما بزنیم به عنوان رمز عبور، به ما میگه که این وبسایت خیلی راحت از بین میره و فوراً این رمز عبور هک میشه. ببینید اینجا حتی به شما یه نکته گفته به هیچ عنوان یادتون باشه که پسوردی که استفاده میکنید باید سعی کنید برای محافظت و کلمه عبوری که میخواد بیاد داشته باشید از یه رمز عبور مناسب استفاده بکنید. خب اینجا هم یه جمله نوشته و اینجا هم یه دونه توضیح نوشته که این رمز عبور شما جزء 5 موردی هست که به بهترین حالت ممکن هک میشه و قابل استفاده است برای اون. یه رمز عبور معمولی هست که بلافاصله شک نکنید که میتونن از بین ببرنش و اون رو هک بکنن. و اینجا گفته طول پسوردتون فوق العاده کوتاهه و یه اطلاعات دیگه یه گفته رمز عبور شما کوتاه هست، هرچه گذر واژه‌ای که شما انتخاب میکنید طولانی تر باشه مطمئن باشید که امن‌تر هم خواهد بود. یا حالا مثلا در
توضیحات بعد اینجا گفته که فقط شما اومدید از عدد استفاده کردید و گفته اگر رمز عبور شما شامل اعداد باشه، این تعداد ترکیبات احتمالی به صورت چشمگیری کاهش پیدا میکنه و اتفاقاتی ممکنه برای پسورد شما بیفته. و دیگه اینکه این پایین هم نوشته این یا یه تاریخه یا یه شماره تلفنه یا یه عدده و ممکنه این یه تلفن باشه یا یه شخص اهمیت شخصی داشته باشه براش و ممکنه اونو هر کسی بتونه به راحتی حدس بزنه. پس ببینید من 1 2 3 4 5 6 گذاشتم. حالا اگه قرار باشه ما اینجا پسوردمون رو مثلا بذاریم، من میخوام بذارم محمود 1 2 3 4 5 6 به عنوان مثال، ببینید چه اتفاقی میفته. من می‌نویسم محمود 1 2 3 4 5 6. ببینید اینجا میگه که اگر کسی قرار باشه اینو هک بکنه تقریبا یک سال زمان میبره که اینو بتونن هکش بکنن و به راحتی بهش دست پیدا بکنن. و دوباره اینجا گفته که احتمالا یا یک عدد یا یه حرف و گفته که بهتر رمز عبورتون شما فقط از اعداد و حروف انتخاب بکنید و از یک الگوی بسیار رایجی شما الان اومدی برای رمز عبورت استفاده کردی، خب به راحتی هم قابل هک کردن. این قسمت بعد هم که نوشته که این بدون نماده، یعنی رمز عبور شما شامل اعداد و حرف، اضافه کردن یک نماد میتونه رمز عبور شما رو امن‌تر بکنه. این نماد ما مثلا میتونه ادساین باشه، میتونه علامت تعجب باشه، میتونه آندرلاین باشه، میتونه دش باشه، یا میتونه علامت دلار باشه، علامت ویرگول باشه، یا هر چیز دیگه ای تا رمز عبور ما رو امن‌تر بکنه. ببینید اینجا هم دوباره خودش نوشته ما به صورت آفلاین هم میتونیم به شما این مسئله رو بگیم. حالا من میخوام یه رمز عبور دیگه ای بدم، مثلا 1 2 4 5 6 7 8 به عنوان مثال، 1 2 4 5 7 8 اگر بخوایم بزنیم 1 2 4 5 7 8 1 2. این گفته که تو 3 میلی ثانیه بیشتر زمان نمیبره که رمز عبور شما رو بتونن هک بکنن. و دوباره مثلا ببینید اینجا براتون نوشته که این فقط عدده و طولش رو گفته، این چیزی که شما انتخاب کردی فوق العاده کوتاهه. و در انتها دوباره گفته این احتمالاً یا یه تاریخ یا یه شماره تلفن که خیلی راحت افراد میتونن اینو حدس بزنن. پس ببینید دوستان عزیز، اینجا زمانی که بهتون میگه واقعا همین اتفاق میفته. مثلا ببینید من میخوام بگم ABCD، اگر قرار باشه ABCD رو مثلا ما بزنیم چه اتفاقی میفته؟ اینو میگن آقا این فوری، ببینید فورا این هک میشه. و اینجا هم گفته که خیلی راحت میتونن این رو از بین ببرن چون خیلی کوتاهه. و در انتها هم گفته که احتمالاً یک کلمه است که این کلمه هم که هست یک کلمه یه چیزی که تو فرهنگ لغت خیلی راحت پیدا میشه، اهمیت خاصی هم داره چون تو ذهن خیلی از افراد هست، مثل عدد 1 تا 9 میمونه که شما مثلا به جایی که یه چیزی میخوای ذخیره بکنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میزنی. میگه این هم توی ذهن میمونه و خیلی سریع از بین میره. پس رمز عبوری که میخواید انتخاب بکنید و اینجا میتونید شما مثلا بزنید، مثلا من نوشتم باران، مثلا من میگم باران، حالا مثلا کلمه باران یه عدد هم بهش ما میدیم، خب من میگم باران 1 2، باران دیوالی بنویسمش، باران 1 2. ببینید میگه توی 2 ثانیه، من اشتباه نوشتم فکر کنم، بذارید چک کنم، این باران 1 2، آره میگه این زمانی نمیبره، خیلی چیز ساده ایه. به این علت که اینم مطمئنن یه حرف و یه عدد که اینجا هم نوشته و خیلی کوتاهه. نماد خاصی هم توی این شما استفاده نکردید، اگر نماد استفاده بکنید یه مقدار سخت میشه. حالا بذارید من ابتدای همین باران میذارم @sign باران، درست نمیشم @sign باران 1 2 3. ببینید من الان نوشتم @sign باران 1 2 3، میگه این رمز عبور شما رو 16 ساعته میتونن هکش کنن. 16 ساعت، خب این یه چیز فوق العاده ساده ایه چون باز هم کوتاهه.
اما اگه می اومدیم مثلا حروف بزرگ و کوچیک میذاشتیم چه اتفاقی میافتاد؟ مثلا اگر می نوشتیم @ برو بزرگ میزدیم و بعد میگفتیم که این چطوریه؟ باران 1 2 3. من الان @ گذاشتم، حرف بی رو بزرگ نوشتم و بقیه هم که باران بود 1 2 3 که گذاشتم. گفت 4 هفته زمان میبره تا این رو برای شما هکش بکنن. پس میبینید که این یه سیستم، یه ابزار آفلاینیه که شما با یک بار ورود به این سایت میتونید ازش به راحتی استفاده کنید. هر چیزی که دوست دارید اینجا بنویسید. مثلا ببینید، بذار من یه چیزی اینجا بنویسم خودم ببینم. خب 34,000 سال طول میکشه کسی به این رمز دست پیدا بکنه. بذار این آخرش من این رو هم بذارم. 204,000,000 سال طول میکشه که این رمز من رو بتونن هک بکنن. یه رمزیه که من الان گذاشتم، رمز خیلی خوبی هم هست خدایی و فوق العاده امنه، یعنی شما به شما نمیتونی به این نفوذ بکنی با این رمز. ببینید من توی این رمز 2 حرف بزرگ استفاده کردم، 2 حرف کوچیک، 4 عدد، 4 سیمبل یا نماد استفاده کردم و به این شکل شد 204,000,000 سال. خب این دلیل نیست که شما مثلا رمزت رو دیگه تغییر هم ندی. رمز عبور رو هر از چنگاهی باید شما تغییر بدید تا اتفاقات بعدی براتون رخ نده. معمولا میگن آقا بین 90 روز شما این کار رو انجام بدید. یعنی 90 روز که شد حتما اون رو تغییر بدید یا یه رمز عبور جدید بذارید. خب این وبسایت رو من براتون میذارم لینکش رو در انتهای ویدیو، حتما ببینید، برید لینکاتون، برید پسورداتون رو با این چک کنید. اگر میبینید ضعیفه حتما پسوردهای بهتری رو انتخاب بکنید و چیزی بذارید که واقعا به قول دوستان به عقل جن هم خطور نکنه شما چی گذاشتید. منتها چیزی که می‌نویسی رو حتما یاد باشه که خودت فراموش نکنی، یا برای جاهایی که می‌خوای ریکاوری بکنی یه جاهایی باشه که فقط مثلا اگر ایمیلتون می‌خوای فقط خودت ریکاوری بکنی، خب اشکالی نداره، شما اون رو برو ریکاوری بکن به این شکل که آدرس ایمیلی که داری ثبت می‌کنی یا آدرس ایمیلی باشه که هیچ کس اون آدرس ایمیل نداشته باشه و ایمیل شما مثلا ریکاوریت بره به اون ایمیلت و اون ایمیل شخصا برای خودت باشه، نه اسپمی داخلش میاد و نه تبلیغاتی کسی میتونه وارد اکانتت بکنه. امیدوارم از آموزش امروز استفاده کرده باشید. لطف کنید کانال محمود بیز رو در یوتیوب سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، برای دوستاتون به اشتراک بذارید و نظرتون رو در مورد ویدیوها در انتهای ویدیوها برای من بنویسید. من به تمام نظرات شما دوستان عزیز پاسخ میدم و تمام شما امیدوارم که از این ویدیوها استفاده کافی رو ببرید. شب و روز خوب براتون آرزو میکنم. موفق و پیروز باشید. خدا یار و نگهدارتون.